عزیزان، همونطور که میدونید سرشت ما انسانها بر حقیقت جویی استواره و نمود این سرشت حقیقت جویانه پرسش‌های متعدد و گوناگونیه که همیشه بچه ها از والدین خودشون میپرسن. به عبارت دیگه فطرت ما و عقول ما رو بران می‌دارد که در نظام خلقت و خالق اون بیندیشیم، چنان که ما رو بران می‌دارد که با دقت در ادعا و ادله و معجزه کسی که مدعی نبوت یا امامت است نظر بکنیم. به علاوه عزیزان، پروردگار منان که به ما عقل و قدرت تفکر اعطا فرموده است، به ما دستور هم داده است تا در خلقت او فکر کنیم و با تأمل در آثار صنع اون بزرگوار بیندیشیم و در حکمت و ظرافت‌های تدبیر او در آفاق آسمان و زمین و وجود خودمون تدبر بکنیم. خداوند سبحان در سوره فصلت آیه 53 می‌فرماید: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. خداوند سبحان آیات خودش رو در آفاق و در نفوس ما به ما ارائه کرده است. به علاوه خداوند سبحان عزیزان کسانی رو که کورکورانه از پدران و مادران و نیاکان یا محیط اجتماعی خودشون تقلید کرده اند رو مورد مذمت و نکوهش قرار داده است و می فرماد: و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی به اونها گفته می شود که تبعیت کنید از اونچه که خداوند سبحان فرو فرستاده است، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، میگن ما دنبال اونچه که خدا از آسمان نازل کرده است نمیریم، دنبال همون سیره و روشی میریم که پدران و مادران ما میرفتن. بعد خداوند سبحان یک سوال بسیار تکان دهنده مطرح کرده است، میفرماد: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولو پدران و مادران اونها تعقل نمی کردن، عقلشون رو به کار نمی انداختن و کج اندیش و کج رو بودن و در مسیر زلالت قرار داشتن، باز اینها میخوان از پدران و مادران خودشون تبعیت کنن. همچنین عزیزان، خداوند سبحان کسانی رو که بر اساس حدس و گمان و با انداختن تیر در تاریکی در مسیر باطل گام برمی‌دارن مورد مذمت قرار داده است و می‌فرماد: و ما لهم به من علم، اینها علم و یقین ندارن، ایتبعون الا الظن، اینها تابع ظن و گمانن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بدونید، آگاه باشید، ظن ما رو مستغنی از حق نمی کند. ما باید کوشش بکنیم حقایق رو بگونه‌ای درک بکنیم که صورتهای ذهنی ما با واقعیت ها و حقایق تطبیق بکنه. بنابراین عزیزان، شایسته نیست انسان در خصوص عقاید حق کوتاهی بکنه و راه تقلید کورکورانه از بت‌های تراشیده رسانه ها و نیاکان خودش رو در پیش بگیره، بلکه باید بر اساس گرایش فطری حقیقت جویی خودش که قرآن کریم هم اون رو تأیید کرده است، فطرت الله التي فطر الناس علیها، در خصوص توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد در صدد تحقیق و بررسی موشکافانه بر بیاد. کسی که در این اصول از پدران و مادران و نیاکان یا بزرگان و رجال سیاسی یا علماء سوی که آخرت خودشون رو به زخارف دنیا می فروشن کورکورانه تقلید بکنه، عقل خودش رو تعطیل کرده است، کار بسیار ناشایسته و ناسوابی رو مرتکب شده است و از صراط مستقیم منحرفه و نزد خداوند سبحان به هیچ روی معذور نیست. از این جهت عزیزان، نزد ما تقلید غیر در عقاید و اصول صحیح نیست، گرچه اون غیر شخصیتی بزرگ صاحب منزلت اجتماعی یا مقام سیاسی باشه. استدلال ما هم اینه که کسی که جاهل یا خطاکار بودن او نزد ما ثابته
در معارف دین قابل پیروی نیست، چون مرجع قابل اعتمادی نیست و در آنچه که میگه یا انجام میده احتمال خطا و انحراف وجود داره. لذا قول و فعل و تقریر او مفید فایده‌ای برای ما نیست. اما به نسبت انبیاء الهی و اوصیای اون بزرگواران علیهم صلوات الله، چون علم لدنی اون بزرگواران به همه چیز با براهین واضحه نزد ما محرزه و اسمت اون بزرگواران از سهو و نسیان و خطا و عصیان با دلیل یقینی نزد ما ثابت شده است، قول و فعل و تقدیر اون حضرات برای ما مفید یقینه و در نتیجه اقتدا به اون حضرات و تبعیت بیچون و چرا از اون بزرگواران در اصول و فروع دین تقلید کورکورانه به شمار نمیاد، بلکه مصدر یقینه. از این جهت عزیزان، قول و فعل و تقریر حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله در همه زمینه ها از اصول و فروع برتر و بالاتر و معتبرتر و ارزشمندتر و متقنتر از یافته هایی که برای ما با اتکای بر نفس خودمون و با قصور عقلمون و ضعف اندیشمون و غلبه هوا و هوس و ضعف و جهل و عدم عصمت حاصل میشه. از این جهت رهنمودهای اون بزرگواران علیهم صلوات الله از لحاظ کیفی به مراتب بهتر و پسندیده تر و قابل اعتماد تر از یافته های شخصی یا یافته های جمعی هوس آلود و غیر معصومانه ماست. چرا؟ چون یافته های ما مشوب به خطاست، مشوب به سهو و نسیان و ضعف. لذا ملاحظه می‌فرمایید در کافی شریف جلد 1 صفحه 391 بابی وجود داره تحت عنوان باب التسلیم و فضل المسلمین، بابی که در خصوص تسلیم و برتری کسانی که تسلیم خدا و رسول خدا هستند مطالبی بیان شد. از جمله روایاتی که در این باب هست، روایتی از مولانا امام بحق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلامه علیه است: انا عبی عبد الله علیه السلام قال سمعته یقول من سره ان یستکمل الایمان کله فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد فیما اسر و فیما اعلن و فیما بلغنی انهم و فیما لم یبلغنی. فرمودن هر کسی که دوست داره مراتب عالیه ایمان رو طی بکنه و به عالی ترین مراتب ایمان نائل بشود، باید به این حقیقت اعتقاد داشته باشه، باید قائل به این حقیقت باشه: القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد، من اعتقادم نظرم در همه امور تابع اعتقاد و نظر و قول آل محمد است. در همه آن چیزهایی که اون بزرگواران پنهان کردن و در همه آن چیزهایی که اون بزرگواران آشکار کردن، در همه آن چیزهایی که از اون بزرگواران به من رسیده است و در همه آن چیزی که از اون بزرگواران به من نرسیده است، من همش رو ایمان دارم، یقین دارم، اعتقاد دارم، عقیده من، موضع من، عقیده و موضع آل محمد است. اون چه عزیزان در قرآن کریم از ترغیب به تفکر در آیات الهی و تفقه در دین و کسب معرفت و دستیابی به یقین آمده است، فقط و فقط برای رساندن ما به این مرتبه از آزادی اندیشه و تبعیت آگاهانه از امام زمان و حجت معصوم حق علیه السلام، که در طول تاریخ عزیزان آراء آزادگان و سیره نیکوکاران با اون در تطابق کامل بوده است. هر جا شما انسان آزادی بیابید، هر جا انسان درست کردار و درست اندیشی بیابید، نگاه میکنید او تابع امام زمان خیش بوده است، از او تبعیت میکرده. البته به لحاظ گستردگی و پیچیدگی معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و قصور ادله
مکلف کردن همه مردم به ارتقاء سطح ایمان به یقین تفصیلی به همه اون معارف رفیع حرج و تکلیف مالایتاقه، بلکه تکلیف بر محاله. بنابراین ظاهرا در ایمان اکثر مردم یقین اجمالی و قبول و تسلیم اجمالی در مقابل قول و فعل و تقریر رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت علیهم السلام در همه چیز و اطمینان نفس به گفته های اون بزرگواران کافیه. این تسلیم، این تقلید بر تکیگاه استواری همچون وحی الهی و علم لدنی و عصمت اون بزرگواران تکیه داره و از حیث اتقان و استحکام و کیفیت با یقینی که از راه استدلال حاصل میشه قابل مقایسه نیست. اگر تحقیق تفصیلی و یقین عقلی رو مبنای حصول ایمان فرض بکنیم، به لحاظ گستردگی و پیچیدگی معارف باز ممکنه ایمان حاصل از براهین عقلیه با طرح یک سلسله شبهات قوی که مکلف قدرت بر دفع اون شبهات نداره، یا با بروز شک یا ظن به نقیض این عقیده و باور زائل بشه. بنابراین زوال ایمان در این حال ممکنه و زوال ایمان هم با اقرار به کفر، هم با طرح شبهات و هم با صدور فعل یا قولی که سبب ارتداد ممکنه. در این حال ایمانی که به علم لدنی و عصمت و افضلیت حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله تکیه داره، از حیث استحکام و کیفیت با ایمان حاصل از براهین عقلیه اصلا قابل مقایسه نیست. لذا ملاحظه می‌فرمایید در کافی شریف جلد یک صفحه 183 باب معرفت الامام و رد الیه یه روایت خیلی جالبی رو نقل کرده از محمد ابن مسلم. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله عز وجل بعبادت یجحد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله تعالی شانع لعماله و مثله كمثل شاة رلت عن راعيها و قفیعها. اون بزرگوار فرمودن هر کسی که خدا رو بپرستد به عبادتی که در اون عبادت خود رو به زحمت هم بیاندازد، یعنی از این عبادت‌های معمولی و سردستی نباشه، عبادت بسیار دشواری که به واسطه اون نفس خود رو به زحمت بیاندازد، ولا امام له من الله، اما امامی از جانب خدا نداشته باشد، به این مفهوم که اون عبادتی که انجام میده اون امام برای او تبیین و تعیین نکرده باشه. فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر، تلاش و کوشش او به درگاه الهی پذیرفته نیست بلکه او گمراه و متحیر است. و اساسا خداوند سبحان از اعمال یک چنین بنده‌ای متنفر است، گمان میکنه داره خدا رو پرستش میکنه در حالی که امامی از جانب خدا رو تبعیت نمیکنه. و مثله که مثل شات، مثل یک چنین آدمی مثل اون گوسفندی است که از گله و شبان خود دور افتاده است و گم شده. طبیعی است که گرگهای بیابان اطراف او رو میگیرن و او رو میدرن. بنابراین عزیزان مؤمن نه با تقلیدی کورکورانه از پدران و مادران، نیاکان، بزرگان، عالم نمایان یا قدرتمندان جامعه به نحوی که بین اهل باطل و اصحاب زلالت در طول تاریخ متداول بوده است، بلکه با علم وجدانی به ناتوانی و سهو و نسیان و خطای خودش و آگاهی به نقص عقل و دانش خودش و با مشاهده معجزات یا کرامات یا ملاحظه دلایل و براهین واضحه
صحت مدعا و صداقت و عصمت و عظمت حجت خدا یعنی پیامبر یا امام معصوم زمان خودش رو دریافت میکنه، نزد او صحت مدعا و صداقت و عصمت و عظمت حجت خدا ثابت میشه، بعد در تمامی اصول و فروع به قول و فعل و تقریر رسول خدا یا ائمه معصومین علیهم صلوات الله استناد میکنه و در واقع در جمیع امور از اون بزرگواران تبعیت میکنه.